به یاد خدا و سلام و عرض ادب دارم خدمت مسئولین نهایت عزیز و گرامی. امیدوارم همه شما سعد و سلامت و در پناه حق باشین. مسئولین عزیز و گرامی، به ادامه سلسله درس های اساسات امور مالی عامه این بار میرسیم به یک بخش دیگری از این مضمون اساسات امور مالی عامه که انواع سیاست مالی از نظر زمان است. اینا را خدمت شما ارائه میکنم. میبینیم از نظر زمان یا سیاست مالی در کوتاه مدت چی رقم و سیاست مالی در بلند مدت و همین رقم این موضوعات خدمت شما ارائه میکنم. امیدوارم که شما هم بفهمین که این چی مفهوم داره و در پایان از این درس قادر به این باشین که تجزیه و تحلیل کرده بتانین و از یک چیزی برداشت کرده بتانین. مسئولین عزیز و گرامی، انواع سیاست مالی را میپردازیم به بخشایش گفته سیاست های مالی از نظر زمان به سیاست های مالی کوتاه مدت که به منظور رسیدگی به هدف های کوتاه مدت اقتصادی تنظیم میگردد و سیاست های مالی طویل مدت که البته در بلند مدت چی امکان پذیری ها وجود داره، این را ما ترتیب و تنظیم میکنیم یا خدمت شما ارائه میکنیم که اول سیاست مالی کوتاه مدت ارائه میکنیم. سیاست مالی کوتاه مدت با سیاست های گفته میشه که کنترل تورم اقتصادی نیل یا نرخ رشد اقتصادی مطلوب را تامین میکنه. البته در سیاست های کوتاه مدت ما نرخ تورم خیلی وقتا کنترل میکنیم، هرگاه نرخ تورم بلند بره. همون رقمی که در درس های سیاست انقباضی و سیاست های انبساطی خدمت شما ارائه کردم که در سیاست های انبساطی ما بیشتر تورم بیشتر می ساختیم به خاطر از اینکه رشد ما ممکن بسازیم، سطح استخدام را بلند ببریم و وضعیت اقتصادی را از یک حالت رکود به طرف رشد اقتصادی سوق بدیم و بنابراین از سیاست های انبساطی استفاده می کنیم. این سیاست های انبساطی بعضی وقتا باعث ایجاد تورم می شه. ما به خاطر از اینکه تورم را مهار کنیم یا کنترل کنیم بنابراین از سیاست مالی کوتاه مدت استفاده می کنیم، به خاطر از اینکه نرخ تورم کنترل کنیم ما از این استفاده میکنیم، یا به خاطر از اینکه نرخ رشد ما بعضی وقتا به هدف اقتصادی دولت برای اینکه به رشد اقتصادی و میرقم رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی برسه، بنابراین به خاطر این رشد اقتصادی برسیم بعضی وقتا باعث ایجاد تورم میشه و همچنین ما کاری میکنیم که تورم هم کنترل کنیم و در عین حال از رشد هم باز نمانیم. بنابراین یک توازن در بین تورم و در بین رشد در سیاست کوتاه مدت، البته سیاست های مالی کوتاه مدت روی دست میگیریم که اولین مسئله ای که باید در آن اشاره کنیم اینه که دستیابی به همزمان به اهداف فوق امکان پذیر نمی باشد و غالبا حرکت در جهت یک از این اهداف باعث سی دوری از هدف دیگر می شود. دقیقا همون موضوعی را که قبلا هم خدمت مسئولین ارائه کردم باز هم می خواهیم به یک رقم دیگر تاکید کنم. یک بار است که ما سیاست انبساطی را دنبال میکنیم، میخواییم سیاست انبساطی را دنبال کنیم برای از اینکه از یک حالت کسات و رکود برسیم، از این حالت برایم و به طرف رشد بریم، به طرف بهبود اقتصادی بریم. سیاست انبساطی را ما در نظر میگیریم. این سیاست انبساطی یک سیاست بلند مدت، وقتی ما این سیاست را میگیریم در بلند مدت ما قادر خواهیم شد که از این مدت از این وضعیت برایم. یعنی ممکن بر 6 ماه و 1 سال ممکن ما نتونیم به همچو وضعیت خاتمه بدیم یا از وضعیت برایم. ممکن هست 1 سال 2 سال یا 3 سال در بر بگیره تا ما از یک حالت برایم به حالت دیگه برسیم. این حال ما بعضی وقتا این سیاست در بلند مدت باعث تورم میشه. ما به این حال به خاطر از این نمیتونیم بر بلند مدت بگذاریم که همین رقم ادامه پیدا کنه و اگر این رقم بره تورم هم ما را ضربه میزنه و این باعث بی‌اعتمادی میشه و این خودش باعث از یک سردرگمی میشه. ما بنابراین در بین از این باید به صورت کوتاه مدت این تورم را کنترل کنیم. قسم کنترل کنیم که کنترل تورم هر چقدر ما تورم را کنترل میکنیم این طرف ما رشد اقتصادی را ضربه میزنیم و هر چقدر که ما رشد اقتصادی را دنبال کنیم تورم هم ما در پالوی رشد اقتصادی داریم. یعنی تورم با رشد اقتصادی تقریبا در یک مسیر حرکت میکنه، یعنی با هم میتونه با هم باشن. یعنی سیاست رشد اقتصادی ما بدون یک مقدار تورم هم نمیتونیم. اما تورم ما دو رقم تورم داره، یک تورم مجاز است که مثلا یک نرخ 3% 4% اینا رو جزء تورم مجاز میگه، اما تورمی که بالاتر از او باشه مثلا 7% 8% حتی تا افغانستان تا 15% هم تورم محاسبه شده، این تورم غیر مجازه. بنابراین اینی تورم باید جلوش گرفته شود. این در کوتاه مدت ما باید کاری کنیم که یک مقدار از تورم بکاهیم، اما نه بر حدی که رشد اقتصادی را ضربه بزنه. چرا که اگر ما
تورم کنترل کنیم، از رشد باز میمانیم. اگر رشد ما تعقیب نکنیم تورم به وجود میاد. بناهن اینا ضد هم هستند، تورم و رشد ضد هم کار میکنه. بناهن در اینجا یک همزمانی یا همزمانی و در زمانی وجود داره که رشد و تورم باید یک تناسب معقول بینش ایجاد کرد که نه اون رشد اقتصادی ضربه مالکی بخوره و در عین حال نه به اون تورمی که باعث بی‌اعتمادی و باعث بی‌ارزش شدن پول و باعث در بلند مدت خود رشد اقتصادی رو ضربه میزنه نه به اون برسیم. سیاست مالی در بلند مدت، امیدوارم که از کوتاه مدت یک فهمی را شما داشته باشیم. سیاست مالی در بلند مدت دولت عبارت از سیاستی است که رشد اقتصادی عبارت از سیاست است که رشد اقتصادی است از طریق عواید و مخارج عمومی امکان پذیر است. اما رقم از طریق زی با مهمترین هدف سیاست مالی در از مدت است که افزایش مناسب رشد اقتصادی است. اما رقمی که قبلا هم عرض کردم در قسمت کوتاه مدت وقتی من توضیح میدادم، کوتاه مدت با بلند مدت آردوش با هم یک جای است. بناهن اینا نمیتونه از هم دور باشه. مسئلین عزیز، همون رقمی که در سیاست کوتاه مدت عرض کردم که یکی از اهداف اساسی دولت رشد اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی هدف یا خواستگاه اساسی دولت است. بنابراین رشد اقتصادی یک سیاست کوتاه مدت اقتصادی نیه، یک سیاست بلند مدت اقتصادیه، به خاطری که سالهای سالها رو در بر میگیره که تا ما رشد اقتصادی خوره، یعنی نرخ رشد اقتصادی خوره بالا ببریم، ما از یک وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب برسیم. همزمان به خاطر از اینکه ما این کار را انجام بدیم، یعنی به این مفهوم است که ما باید مخارج دولت افزایش بدیم. یعنی مخارج دولت وقتی که افزایش میدیم تورم به وجود میآید. یعنی ما همون سیاست انبساطی را در حقیقت دنبال میکنیم، یعنی در حقیقت در بازار ما تقاضا ایجاد میکنیم. ما در بازار وقتی تقاضا ایجاد کردیم مخارج عمومی میره بالا. وقتی مخارج عمومی بلند رفت، خود به خود تولیدات بخش خصوصی یا تولیدات کمپانی ها افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کنه. همزمان با افزایش تولید نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه، یعنی ما به طرف اشتغال کامل میریم، ما به طرف کاهش بیکاری میریم و این خود به خود رشد اقتصادی را به وجود میاره. افزایش مناسب رشد یا افزایش حجم کالا و خدمات اقتصادی باعث بالا بردن استاندارد زندگی مردم و در نتیجه رفاه اقتصادی اجتماعی آنها می‌گردد. عموماً در صورت سیاست‌های مالی کوتاه مدت دولت موفق باشد تا حدود زیاد در تأمین یا دستیابی به اهداف بلند مدت کمک کند. خب، امور رقمی که ما قبلاً هم عرض کردیم، وقتی که حجم تولیدات یا حجم فعالیت یا حجم خدمات بلند برده شد یا استاندارد زندگی بلند میره، همون رقمی که در بازار تولید افزایش کرد اشتغال زیاد میشه و اشتغال که زیاد شد افراد بیکار که نبود، بالاخره بر تمام افراد درآمد پرد میشه و این خود به خود باز دوباره ضریب تقاضا در بازار افزایش میده و این خود به خود وقتی افراد همون رقمی که دولت تقاضای کالا را در مرحله اول ایجاد میکنه در بازار که برای یک کالا تقاضا ایجاد میشه و این تقاضا باعث میشه که تولید ایجاد شه و این تولید باعث میشه که نرخ بیکاری کم شه و افراد وقتی که درآمد پیدا میکنه از این اشتغال، افراد هم به نوبه خود تقاضا را در مارکت افزایش میده و این باعث میشه که هم زندگی افراد بهبود پیدا کنه و همچنان رفاه اقتصادی و آسایش و همون رقم تقاضا در بازار ایجاد شد و در بلند مدت باعث از این میشه که ما به یک رشد منظم برسیم. و اینجا یک چیز دارم که خاطر شما یاد کنم یا میخواییم تذکر بدم، اینه که یعنی سیاست مالی کوتاه مدت هدف اساسی نیست. سیاست مالی کوتاه مدت یک زمینه، یک وسیله است برای اینکه ما به مو سیاست بلند مدت برسیم. هدف سیاست بلند مدت، نه هدف سیاست کوتاه مدت. چون هدف سیاست بلند مدت رسیدن به رشد اقتصادی و هدف سیاست کوتاه مدت جلوگیری از یک تورم لجام گسیخته است که ما نباید در بلند مدت این تورم رو به اون وضعیتی که هست باید رهایش کنیم و این باعث میشه که باز در بلند مدت رشد ضربه میزنه. به خاطر که این رشد ضربه نزنه، ما در کوتاه مدت جلوی این تورم میگیریم تا اینکه در بلند مدت به مو رشد اقتصادی نائل شیم. وسایل یا ابزارهای سیاست مالی که یکی از بحث های دیگری هست که ما چی ابزارها را داریم در خدمت خود که اینا را هم خدمت شما ارائه میکنم. مهمترین ابزار سیاست مالی که دولت در اختیار داره عبارت از عواید دولت است و مو مالیات است و مخارج دولت. البته
حالا به خاطر از اینکه هدف چیه؟ هدف رسیدن دولت به رشد اقتصادی یا به رفاه اقتصادی یا بالاخره دولت میخواد که در سطح اجتماع مردم به رفاه برسه، در سطح اقتصاد به رشد اقتصادی برسه. و اون رقم رشد اقتصادی زمینه را هموار میکنه تا ما به انکشاف یا توسعه اقتصادی برسیم. یعنی توسعه اقتصادی یک هدف بسیار بلند مدت و یک هدف، یک آرمانی بسیار بلند مدت همه کشورها هست و بخصوص کشورهای جهان سومی که در، یعنی کشورهایی که انکشاف نیافته یا کشورهایی که عقب مانده میگیم، اینا هدف بلند مدت یا هدف آرزوی نهاییش همو انکشاف اقتصادی هم. ما به خاطر اینکه به همو هدف انکشاف اقتصادی برسیم، ما حالا بالاخره تلاش به این داریم که به رشد اقتصادی برسیم. رشد اقتصادی همو سیاست بلند مدتی هست که برای فعلا دولت ها میخواد به رشد اقتصادی برسه، یعنی نرخ رشد اقتصادی خود بلند ببره. ما بالاخره برای اینکه به همین هدف برسیم چی وسیله ای را دست داره؟ دولت به خاطر که به همین برسه چی وسایلی را دست داره؟ دولت دو تا وسایل داره، یکی عواید یکی مصرف. یکی عواید داره که از طریق مخارجی را که دولت در بازار خرج میکنه، همین مصرفی که دولت برای وظایف خود انجام میده، یکی همیه و یکی هم عواید دولت که از طریق مالیات. یعنی همون مالیات از جمله اساسی ترین ابزاری است که دولت بدیست میگیره و از این طریق میخواد به رشد و انکشاف اقتصادی برسه. خب عواید دولت، دولت را قادر میدونه تا از طریق اخذ مالیات و فعالیت های اقتصادی دخالت کنه و از اینجا صرف به شکل محصرش یا تاثیرات بالای کارهای اقتصادی ایجاد کنه. اما رقم وقتی که دولت مالیات به عنوان درآمد دولت یا به عنوان عواید خود این ابزار را به دست داره، دولت همیشه کوشش میکنه که با گرفتن این مالیات یا با اخذ مالیات یا با نرخ مالیات یا با افزایش و کاهش مالیات در بازار مداخله کنه، در حقیقت مداخله کنه و بازار به سمت که آرزوی دولت است یا به سمت که خیر و فلاح ملک است به مو سمت بره با همین مالیات. شما میبینید که در قسمت سیاست انبساطی اینا مالیات کم میکردن و در سیاست انقباضی مالیات افزایش میدادن. در حقیقت اینمی ابزار بود که دولت میتونست مداخله کنه و دیگر رقم که دولت قادر نیه که ایره کنترل کنه و یکی از ابزار همیه و دولت قادر است که از این طریق اخذ مالیات فعالیت های اقتصادی دخالت کند و به شکل تاثیرات را بالای اقتصاد وارد کنه و از این طریق میخواه که بالای فعالیت های اقتصادی اثرات خود یا تاثیرات خود بگذاره. نوع مالیات وضع شده نباید به تفاوت باشه و بنان مقدار معین جمع‌آورشته بر حسب مالیات متفاوت است و هدف سیاست‌های مالی دولت در حکومت حفظ اقتصادی تعادل پیشرفت است. خب و رای دیگری که از مخارج دولت است، همین رقمی که دولت از طریق بلند بردن مالیات، از طریق کاهش مالیات میتونه اثرگذاری خود بالای بالای اقتصاد یا بالای عاملین اقتصاد یا بالای متشبثین وارد کنه، می رقم از طریق مصرف هم میتونه وقتی که مصرف میکنه دولت از این طریق هم اثرات خود بگذاره. همون طوری که قبلا یاد شد دولت میتواند وظایف خود را انجام بده، مخارج داره، خواه امنیت، دفاع، سرحد، تامین، خلاصه وظایف را وقتی دولت انجام میده در قالب از این مصارف یک سری مخارج داره. بعضی وقتا اینمی مخارج خود میبینید که در بازار تقاضا ایجاد میکنه. شما دیدین که در سیاستی این بساطی، حالا من میخوام مخارج دولت در چارچوب سیاست این بساطی یک توضیح بسیار کوتاه بدم که مسئله عزیز اینو بفهمه و همین رقم درس به پایان ببریم. مسئله عزیز دولت خرج داره، دولت یک سری وظایف در بازار یا در یک کشور انجام میده، چی دفاعی، چی امنیتی، چی قضایی، چی آموزشی، چی خلاصه تجارت، چی اقتصاد، چی فرهنگ و سایر وظایفی که همه ما میدونیم که دولت چی کار میکنه. اما وظایف دولت است، وقتی اینمی دولت این وظایف را انجام میده اینا خرج داره. بعضی وقتا توسط اینمی خرج خود در بازار دولت تقاضا ایجاد میکنه. وقتی یک خرجی مثلا 5 ماه خود یا 2 ماه یا 3 ماه خود یک بار در بازار دولت خریداری خود پیش از پیش کنه، این باعث میشه که یک بار در بازار تقاضا را فوق العاده بالا مبره. شما فرض کنین پروژه های دولت یا پروژه های ساخت و ساز دولت در سراسر مملکت ایجاد میکنه، اینا اگر بخواد که تقاضا رو در بازار ایجاد کنه به یک بارگی تمام وسایل را که اینا نیاز داره امور خریداری میکنه، مثلا از 6 ماه پیش. این باعث میشه که یک تقاضا در امو بخش، ما فرض کنین ما بازار مثلا سیخ گل در نظر میگیریم، دولت در تمام پروژه های ساخت و ساز خود سیخ گل شده یک بارگی تقاضا میکنه و این باعث میشه که تقاضا در بازار سیخ گل فوق العاده بره و نرخ زیر بالا میبره.
و در حقیقت اونو شرکت های استخگل تولید میکنه، اونا دست به کار میشه تولید میکنه و از این طریق تقاضا ایجاد میشه و اقتصاد در حرکت میره. و همین رقم استخگل وری تمام اشیای دیگری هم ضرورت داره. اگر همه اینا رو یک بارگی تقاضا کنه و یک بارگی اینا دولت چی کنه و این فوق العاده روی تاثیرات روی اقتصاد یا روی تقاضا در بازار اثرگذاره که باعث افزایش در تولید میشه و باعث کاهش بیکاری میشه و باعث اشتغال زایی میشه و از طریق مخارج خود این رقم اثرگذار است دولت بالای بخش ها. و با همین حرف و حرف خود به پایان میبریم. امیدوارم که مسئولین عزیز ما تانسته باشه از مخارج و مصارف دولت و سیاست بلند مدت و کوتاه مدت یک فهمی را کرده باشه و در اینجا ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. خداحافظ، روزتان خوش.